واژه گلریز از موسیقی قدیم ایران برمیاد. در موسیقی قدیم ایران واژه‌هایی که با ترکیب گل ساخته می‌شدن در موسیقی بسیار کاربرد داشت، مثل گلزار، گلعذار، گلریزان، گلنوش و اصطلاحاتی از این قبیل. همچنین گوشه گلریزان که این گلریز برگرفته از نام اون هست، باز در موسیقی قدیم ایران کاربرد زیادی داشت. شاعران از این نام هم استفاده کردن، از جمله حافظ که میگه بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. بیشتر موسیقیدانان گوشه گلریز رو به این شکل معرفی میکنن که شاهدش درجه پنجم شور هست. این افراد شاهد شور رو، مثلا وقتی ما شور سول داری میزنیم، شاهد گلریز رو نوت ر در نظر میگیرن و بعد چندین حرکت رفت و برگشتی در این گلریز قائلن، ضمن اینکه نوت متغیر برای گلریز قائلن که نوت ر مثل زیرکش سرنک تغییرات میکنه. و بعد فرود گلریز رو روی تونیک یا همون نوت اصلی شور میدونه. از نظر من این نگاه یک نگاه بسیار سطحی و غیر دقیق هست. وقتی من دانگ های گلریز رو بررسی میکنم، به این نتیجه میرسم که گلریز میتونه به صورت دقیق پلی ارتباطی بین فضای زیرکش سلمک باشه و منطقه حسینی. به طور خلاصه اینطور در نظر بگیریم که اگر ما یک شور داریم، این شور خودش یک دشتی داره که همون زیرکش سلمک میشه و حول محور ره گردش داره. میتونه نوت متغیر هم داشته باشه، چون که همزمان داره از دو دانگ دو ره می به ملفا استفاده میکنه و دو ره کرون می به ملفا اون دانگ دشتی بود و این دانگ شور، همزمان از دو دانگ داریم استفاده میکنه. شور دوم یا همون اوج یا سلمک، اینا نام های مختلفیه، یا شهناز، نام های مختلفی برای یک گوشه هست. ما یک چهارم بالاتر از شور اصلیمون شور جدیدی تشکیل میدیم، یعنی دو. این دو که شاهد شهناز یا همون سلمک یا اوج هست، خودش یک دشتی یا منطقه حجازی مثل زیرکش سلمک داره که به اون میگیم حسینی. میتونیم البته اسم گلریز رو هم برای همین حسینی در نظر بگیریم که انگار یک دشتی یا یک حجاز مانندی روی نوت سول، یعنی پنجم بالاتر از شور دومون که دو باشه، ایجاد میکنیم. پس بر هر شور دو شور موجود است و بر هر شور دو دشتی یا دو حجاز که روی فاصله پنجم تشکیل میشه. هرچند باید بپذیریم که فضای زیرکش سلمک از لحاظ مودی با فضای حسینی متفاوته، چرا که حسینی خیلی شباهت به دشتی نداره و سول کرون استفاده نمیکنه، اما در زیرکش سلمک ما نوت متغیر و استفاده از دانگ شور دور کرون می به مفا رو هم داریم. پس با نگاه دقیق‌تر میتونیم در نظر بگیریم که گلریز پلی ارتباطی بین فضای زیرکش سلمک و حسینی است. از زیرکش سلمک شروع میشه، فرود میکنه و بعد با یک جمله گذر برشو به سمت نوت سول میاد. اما این سول سولی نیست که در شاهد شور استفاده میکنیم، سولی است از دانگ فا سول لا بمول سی بمول که یک دانگ دشتیه و نقش این سول متفاوت از نقش سول در درآمد هست. بنابراین دانگ های گلریز رو به این شکل میتونیم در نظر بگیریم که یه دانگ اولیه همون دانگ خارا ره می کرون فا سول هست که ازش فا و سول استخراج میشه، بعد سول لا کرون سی بمول دو هست که دانگ اصلی شوره، بعد دانگ دو ره می بمول فا هست که دانگ دشتی هست. در این مجموعه
که آقای جلال زلفون نویسی کردن از نوت متغیر برای گلریز استفاده نکردن، ولی در اکثر ردیف ها نوت متغیر هست و میتونیم دانگ دو ره کرون میدو ملفا رو هم در نظر بگیریم، هرچند در انتهای این گلریز در اینجا هم این دانگ استفاده شده. بعد از این دانگ از فا ما یه دانگ دشتی فا سول لا بمول سی بمول داریم، پرده نیم پرده و پرده، و بعد سول رو تثبیت خواهیم کرد.